خب دوستان عزیز، امیدوارم که صدا خوب باشه. اگرم بد بود دیگه به خوبی خودتون ببخشید. اینا از اون تعارفی های علکی ها، اگه بد بود به خوبی خودتون ببخشید. خب ما دیروز یه ویدیو از آقای خسرو شکیب از روی صفحه یوتیوب ایشون دانلود کردیم، یعنی گرفتیم، ضبط کردیم، گذاشتیم روی یوتیوب مردم تیوی. یه هزینه خیلی کمی هم بابت این کار گرفتیم. چرا؟ برای که به دوستانی که مثل آقای خسرو شکیب فکر میکنن پادشاه ایران آقای رضا پهلویه و فکر میکنن ایشون امید مردم ایرانه، این فرصت رو بدیم که بیان حرفشون رو بزنن تا شما دوستان قضاوت کنید و ببینید که چه کسایی هستن، چه حرفایی میزنن و الی آخر. ببخشید این دوربین ما هم اینجوریه. آقای دادور عزیز، آقا چشمتون روز بعد نبینه، یه دوستی داریم به نام امید، ایشون از کانادا زنگ زده، هرچی فحش بلد بوده در دفتر فحشنامه به ما و به آقای شکیب داده. بعدم میگه که اون خانم زنوسی میاد میگه این بچه بالای داره، پول بدین و الا اعدامش میکنن. این آقای شکیب میاد میگه شما پول بدین، ما اجازه گرفتیم بفرستیم آمریکا ایران. بعد بلافاصله میگه البته ما پولو نمیتونیم از طریق بانک بفرستیم، باید اینجا پولو بدیم به صراف، صراف در ایران تومان بده به هر کسی که اینا قرار پول بدن. بعد میگه خب اگه اینا باور دارن که هفته آینده 25 شهریور مردم ایران قیام میکنن و انقلاب میکنن، خود اینا هم اینجا میخوان چی کنن؟ دیگه نیازی برای پول جمع کردن و اینا برای بچه ها نیست، انشالله به زودی همه چیز میشه همون گل و بلبل و بوستان و گلستانی که در زمان شاه بود، خوراک مجانی در مدرسه ها، فرستادن دانشجویان به خارج، ساختن پل این ور اون ور، حتی جایی هم که پل لازم نداریم دوباره برامون پل میسازن. دوست عزیز آقا امید، تلویزیون مثل یه روزنامه است. حالا روزنامه اینجا که خیلی معروفه اسمش هست واشنگتن پست. شما صفحه اولش رو باز میکنی یه سری سرتیتره، میری اونورتر ورزشه، میری اونورتر اقتصاده، میری اونورتر آگهی مرگ و میره، میری اونورتر کلاسیفاید آگهی استخدامه. آقا کسی به کسی فوش نمیده، نمیگه چرا پدر شما مرده آگهی گذاشتید تو واشنگتن پست. میاد اون صفحه ای رو که میخواد راجع به استاک مارکت و اینها میخونه، میره دنبال کارش. تازه این موقعیه که طرف پول داده واشنگتن پست رو خریده. حالا اون وقتا 25 سنت بود، الان دیگه نمیدونم، الان از بس همه چی رو اینترنت هست اینا، اونا هم بدبختا بسته شدن، لابد اگه باشه هم گرونتره. من نمیدونم عجب ملتی هستی. حالا تازه ماها کسایی هستیم که کانادا هستیم، آمریکا هستیم، اروپا هستیم، کشورهای غربی هستیم، آزادی رو دیدیم، معنی رأی دادن و رأی گرفتن و انتخابات و احزاب میدونیم، باز اینجوری هستیم، باز تحمل نداریم، باز طاقت نداریم. خب این قسمت اول. قسمت دوم ما یه ماشینی بردیم این آقا مرداد نمازی دوست خوبمون اینسپکت کنه، اونایی که تو اروپا هستن میگن توف، ما آینه بده به ماشین. گفت میای این هفته؟ گفتم کجا؟ گفت تظاهرات. گفتم تظاهرات کجا؟ واشنگتن؟ برای چی بیام؟ برم جلو بایدن یا برم جلو آمریکایی‌ها؟ شما برید جلو وایت هاوس دوستان، برید جلو کاخ سفید ببینید یه دونه آمریکایی اونجا میاد رد بشه، مخصوصا اگه هوا سرد باشه یا هوا گرم باشه، همش یه مشت خارجی مثل من شما اومده اونجا میخواد عکس بگیره بره. خب حالا ما میریم جلو کاخ سفید وای میسیم چی میگیم؟
برفرض که آقای بایدن هم با همسرش اونجا باشه، نشسته باشه، به من و شما میخنده، میگه نگاه کن ما بیرون داریم با اونا قرارداد می‌بندیم، اینا اومدن تو مملکت آمریکا میخوان ما بهشون حق بدیم. آمریکایی که نمیدونم خودش میگه سال 1953-1182 چنین کردیم چنان کردیم، آقای مصدق رو دولت ملی رو ریختیم پایین، کودتا کردیم، پول دادیم، فلان دادیم. راستی تا یادم هست اینایی که میگن نه اون کودتا نبوده، اون رستاخیز ملی بوده، اون قیام ملی بوده، آخه خجالت نمیکشین؟ قیام ملی شما رو جنده های شهرنو پری بلنده و لاتای مثل شعبون بیمخ باید بیان قیام کنن؟ والا بلا خجالت داره دیگه. انگلستان گفته، آمریکا گفته، خود شاه گفته، ول کنید، دست بردارید، خجالت بکشید. یکی با کودتا اومد رضا شاه، یک کودتای دیگه هم بعد شاه رو گذاشت، حاصلش هم 57 سال. با آقای رامین اعتبار میگم، همشهری من، هی میگه آدمای ایران خر بودن، الاغ بودن. میگم آقا 30 میلیون خر و الاغ کی اینا رو پرورش داد؟ 57 سال رضا شاه بوده و محمد رضا شاه مخصوصا امروز نوشته بود یکی که میره مدرسه بهش کارنامه میدن. خب آقا این کارنامه رضا شاه و محمد رضا شاه رو بیارید بذارید رو میز نگاه کنید. والا بلا خجالت آور آقای رامین اعتبار که شما دکتر مملکت ما باشید، عکس اسلحه بندازید بگید برید اسلحه پیدا کنید. مردم از کجا برن اسلحه پیدا کنن؟ شما دوراه کازرون چناشویجون بلدی؟ بله میرفتن اونجا یه کلتی میخریدن، یه اسلحه میخریدن. خب بیان کیو بزنن؟ به قول این مجریای برنامه ایرانی همشون به اشتباه میگن، بیان کی رو بزنن؟ آقا اینجوری که میشه جنگ داخلی، اینو بزنه بعد بچه اون بیاد اونو بزنه بعد داداش اون بیاره اونو بزنه، همین. حالا امیدوارم موفق باشید. نمیدونم دوستان عزیز اگر لطف کنید این برنامه رو برای دوستان خودتون بفرستید، ما واقعا از لحاظ برنامه و وقت و اینا خیلی محدود شدیم، همین قدری که اینجا هستیم. شما هم لطف کنید 4 تا دوست هم اگه داریم برای 4 تا پس باز میشه معلوم بشه شما چگونه فکر میکنید، اونا چی فکر میکنن، باهاتون موافقن، باهاتون مخالفن. دوم از او یاد میگیریم که نظرات موافق و مخالف رو بشنویم، بعد خودمون مقایسه کنیم، تصمیم بگیریم. از این ساده تر